برام خدا سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به شهر ورزش. با شما هستیم و شهر ورزش را تقدیم شما میکنیم در 18 روز از سرطان سال 1400. انشاءالله تا پایان با ما همراه باشید، برنامه را ببینید و لذت ببرید. در نخست با اخبار کوتاه دنیای ورزش آغاز کنیم و حضور تیم ملی فوتبال بانوان زیر 17 سال در رقابت‌های کافا، رقابت‌های مرکز آسیا که با 3 باخت برای ما همراه شد. در بازی نخست تیم ملی بانوان 6-0 به ایران باخت، در بازی دوم 5-2 مقابل تاجیکستان شکست خورد و در آخرین مسابقه هم 8 گل از ازبکستان دریافت کرد و مسابقات ما در این رقابت‌ها به پایان رسید. 3 باخت در مجموع برای تیم ملی فوتبال بانوان زیر 17 سال های افغانستان بر صورت. و تیم ملی اتلتیک افغانستان یا نمایندگان اتلتیک افغانستان در رقابت‌های المپیک توکیو و ژاپن سفر کردند، اگر اشتباه نکرده باشم در شهر فوکوکا هستند و یک کمپ تمرینی 15 روزه خواهد داشت تیم ملی اتلتیک افغانستان. 2 ورزشکار ما در رقابت‌های اتلتیک در مسابقات المپیک به نمایندگی از افغانستان حضور دارد، خانم کیمیا یوسفی و آقای شاه محمود نبرد. برای هر دویشان آرزوی موفقیت می‌کنیم. در ادامه هم ارتباط اسکایپ خواهیم داشت با کشور ژاپن و صحبت بیشتری خواهیم کرد با یکی از اعضای تیم ملی اتلتیک افغانستان و یکی از نمایندگان اتلتیک افغانستان در رقابت‌های المپیک توکیو. اما گزارش هفته اختصاص یافته به رشته ورزشی جودو با هم ببینیم. در ادامه برمیگردیم، با شما هستیم، شما بیننده شهر ورزش هستید. سلام، به گزارش هفته خوش آمدین. گزارش هفته ما در مورد ورزش جودو هست. جودو اولین رشته رسمی است که شامل المپیک شد و زادگاه این رشته هم ژاپن هست. جودو هنر جنگ تن به تن است، با حرکات متفاوت و ترکیبی دارد که به نام بازی سرعت نیز مشهور است و در تمام جهان برای پلیس هم تمرین داده می شود. با شخصیت های مشهور جهان هم جودو کار می کنند که می توان برای جمهور کشور روسیه پوتین اشاره کرد. مسابقات پیش رو داریم که مسابقات پاریس فرانسه هست که به سال 2024 هست و دخترها خیلی تلاش می کنند و دخترهای کاندید داریم که تقریبا 5 دختر کاندید است این مسابقات. ما امیدوار هستیم که بتونیم برای افغانستان یک مدال آور باشیم. در 12 ولایت فعالیت داریم. بیرون از کابل چی نداریم، دختر خانوما نیستن و تنها در خود کابل تقریبا 3 کلاب یا 4 کلاب داریم که متاسفانه در بیرون از کابل دیگه کلاب های دخترانه نیست. دفته 3 روز تمرین میکنیم و در هر روزش 2 ساعت تمرین میکنیم و جای مناسب از بله ها، اما شرایط افغانستان مهیا نمیکنه که دختر خانم ها برن تمرین کنن یا ورزش کنن، اما بازم با این شرایط خرابی که هست ما میاییم به بختر که هدف داریم. ما مشکلات های زیاده داریم، مثلا ده المپیک بعضی از وسایل ها را نداریم که ما بتانیم فیزیک درست داشته باشیم. گاهی اوقات درست تمرین ما نمیشه چون کمبود وسایل داریم، ولی بازم سر از امام کوشش میکنیم که به دفعه خود برسیم. خب در 10 سال بعد انشالله که یک قهرمان و میخواییم بیرق افغانستان به احتساس در آوریم. از مشکلات عمده ورزشکاران این رشته در افغانستان، نبودن جای مناسب تمرین و حمایت نشدن ورزشکاران میتوان اشاره کرد. در اینجا بین 2 نفر یک نفر دالا تپاوت بود. ماته گفتم میشنه به معنی خلاص، البته استاد خبر نشه که اونجا است. استاد ما کارستاد انجام دادم و ایهی بود گزارشی هفته ما تقدیمتون شد از ورزش جودو. تا هفته بعد، خدا نگهدار. سپاس از نرگس انوری. همچنان با شما هستیم. در رابطه با رقابت‌های المپیک
همچنان صحبت خواهیم کرد. رقابت هایی که 23 جولای آغاز خواهد شد و تا 8 آگست هم ادامه خواهد داشت. به نظر با توجه به اینکه کرونا جدی‌تر شده در کشور ژاپن، مسابقات بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. این تصمیمی است که مسئولین برگزاری مسابقات گرفتن. باید ببینیم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. خانم بنفشه فیضی دیروز تماس گرفتیم امروز سخنگوی کمیته ملی المپیک، پاسخ ندادن. امروز هم همکاران ما امروز تماس گرفتن پاسخ ندادن. نمیخوایم گله کنیم، شکایت کنیم، چون در این شرایط عجیب و غریب کشور اصلا نیاز نیست، ولی به نظرم وقتی مسئولیت گرفتین حداقل پاسخگو باشین. میخواستیم در رابطه با برنامه سفر سایر ورزشکاران افغانستان به رقابت‌های المپیک امروزشون صحبت کنیم. خیلی پاسخگو نیستن پاسخگوی کمیته، سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان. به هر صورت با ما باشید. شهر ورزش. وقت شما بخیر. با شما هستیم با برنامه شهر ورزش. با کیمیا یوسفی میخواییم صحبت کنیم، نماینده اتلتیک افغانستان در مسابقات المپیک توکیو که در کشور ژاپن هم هستند و ببینیم شرایط به چه صورت هست. خانم یوسفی سلام، وقت بخیر. سلام به تمام بینندگان و هموطنان عزیزم در سرتاسر دنیا. شما سلامت باشین، خوش آمدید به برنامه. چه زمانی به این نتیجه رسیدید که میتونید در رشته ورزشی اتلتیک موفق باشید؟ به طور ناخودآگاه و به صورت اتفاقی وارد ورزش شدم. هیچ علاقه اول نداشتم به ورزش، مخصوصا اتلتیک. زمانی که به استعدادم پی بردن و پشت سر هم رکوردهای خوب رو ثبت کردم، علاقه من به رشته دوش شدم و کل زندگی بر اساس ورزش برنامه چیدم. بسیار خوب. شما ریکاردتون در المپیک ریو 14.2 بود، 14 ثانیه بود، 200 ثانیه، درست میگم نه؟ بله درست. یعنی بهترین ریکاردی که یک ورزشکار بانو در رقابت‌های المپیک برای افغانستان داشته. در ابتدا در رابطه با المپیک ریو صحبت کنیم، چگونه تجربه‌ای بود برای شما؟ المپیک ریو مسابقات 100 متر اولین مسابقات رسمی ما بود که با استاندارد جهانی بود. خیلی یک تجربه سنگینی بود میشه بگم، چون مسئولیت، هر کس که با ما صحبت میکرد میگفتن مسئولیت 3 میلیون افغان به دوشته و سعی که نمایندگی خوب داشته باشیم. من تمام تلاش کردم با توجه به امکاناتی که داشتم، تمریناتی که داشتم، تمام تلاش کردم تا بتونم یک نتیجه خوب بگیرم. متاسفانه خب به مقام نیاوردم، ولی همین که بعد از 12 سال توانستم رکورد دوباره جابجا کنم خیلی خوشحال شدم. بله، در اتلتیک فکر میکنم مقام کسب کردن با توجه به ورزشکاران خیلی خوبی که هستند خیلی میتونه مشکل باشه. 100%. رشته اتلتیک مخصوصا دوش سرعت، دوای سرعتش، جنگیدن با صدم ثانیه. یک ورزشکار یک سال دو سال تلاش میکنه، یک صدم دو صدم ثانیه پیشرفته رکورد داره. یک صدم دو صدم به زبان راحته، ولی یک زمانی که شما به دویدن میکنه میبینن واقعا یک صدم ثانیه خیلی زمان زیادیه تا به خاطرش تلاش کنی تا بتانی او رو کم کنی. و خب نتیجه گرفتن بهش سخته، ولی غیر ممکن نیست. حتما به همین صورت هست. و چه میکردید در این 4 سال؟ ریکاردتون آیا بهتر شده؟ بله 100%. به مسابقات و از جوی که برگشتم کاملا تخصصی تمرینات شروع کردم. چند تا کمپ تمرینی با مصرف شخصی خودم داشتم. بعد یکی از شهرهای ایران، ما به مشهد زندگی میکنم، خانواده به مشهدم، ولی گرگان رفتم. تقریبا 1.5 سال گرگان تمرین کردم، رکوردهای خوب رو اونجا ثبت کردم. به مسابقاتی که رفتم بین این 4 سال یا 5 سال بهتره بگم، مسابقات باکو بود که بعد از المپیک ریو رفتم اونجا 13.94 دویدم، که میگم برای یک ورزشکار 2 سال تمرین میکنه 1 صدم کم میکنه. من تقریبا بعد از 7 ماه 8 ماه باکو که رفتم چند صدم رکوردم آمد پایین. سال بعدش مسابقات کشور اسلام، نه مسابقات جاکارتا اندونزی بود، 13.33 دویدم که هرچند بله بازی آسیایی که 13.33 دویدم، بهترین رکورد ثبتیم تایم به
از لحاظ استاندارد 13:33 و مگم خیلی رکورد راضی کننده بر من نبود، چون من به تمرین خیلی رکوردهای بهترش ثبت کرده بودم، ولی چون میدان مسابقه کم میبینم خیلی طول میکشه تا او رکوردی که به تمرین آمدم به مسابقه به ثبت برسه. بسیار خوب. هم خانم یوسفی و هم آقای نبرد در رشته دوش 100 متر نمایندگی میکنند از افغانستان، و چه زمانی به شما اطلاع داده شد که در مسابقات المپیک توکیو حاضر هستید؟ من گفتم 4 سال، ولی درسترش 5 سال هست. بله، من فکر میکنم 1 ماه یا 1.5 ماه پیش بود که ما همچنان تمرین داشتم به این مدت، هرچند که ما باور داشتم که المپیک توکیو میام. متاسفانه اونام با فدراسیون که تماس میگرفتم میگفتم متاسفانه امسال دختر نمیخوان که ما داشته باشم نماینده به خاطر شرایط کرونا و حالا هر مشکلی که هست، ولی ما باور داشتم که المپیک توکیو میام و همچنان تمرین داشتم. اینم بگم که ما خیلی دوست داشتم کسب سهمیه آزاد بگیرم. قبل از کرونا خیلی شدید تمرین میکردم که کسب سهمیه آزاد بتونم بگیرم بر اولین بار بر تاریخ ورزش افغانستان. خب شرایط با من یار نبود، کرونا آمد، بیشترین صدمه کرونا به من زد. شاید زمانی که فرصت بهتری داشتم مسابقه ام رفت، شاید قشنگ تشریح کنم که چه اتفاقی برام افتاد، ولی خب به هر صورت حال اینجا هستم و نمایندگی میکنم از مردم افغانستان. در کدام شهر هستید؟ من درست گفتم فوکوکا؟ فوکوکا به ما گفتنی جور که تلفظ. خانم یوسفی، این با امید دیداری که پشت سر شما هست، ایره شما اونجا نصب کردین یا خود مسئولین برگزاری مسابقات؟ نه، ما این نصب کردن، چاپ اونا کردن. به علاوه ای که یک ببخشید میون کلام شما، یک میزبانی خیلی زیبای را از ما دارن و میدانی که تمرین میکنه بیرق ما و بیرق خود ژاپن و اهتزاز در آوردن از مسیری که رد میشه، معمولاً بیرق ما رو میبینه و خیلی میزبانی قشنگی کردن. اینا را اونا چاپ کرده. بسیار خوب. شما ما نصب کردن. شما رونالدو را علاقمند رونالدو هستید و رئال مادریدی هستید؟ بله. خب البته ربطی به علاقمند نمایندگی خانم یوسفی در مسابقات المپیک نداره. بفرمایید. خیلی کوتاه 30 ثانیه. علاقه من از رئال مادرید پرسیدین یا رونالدو؟ ببخشید متوجه. نه اصلا هیچ نیازی، من خودم گفتم کل چیزه. فقط اگر صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم در رابطه با حضورتان در مسابقات المپیک توکیو. من خیلی خوشحالم که دوباره برای دومین بار پا به میدان المپیک میمانم، پا به بزرگترین میدانی که قهرمانای جهان میاین، هر کشور بهترین ورزشکارای خود از کل دنیا میاره. من خیلی خوشحالم که دوباره با اونا مسابقه میدم و 100% یک نتایج بهتر کسب میکنم. تاریخ برگزاری مسابقات شما که تا هنوز مشخص نیست؟ چرا، از ما تقریبا فکر میکنم 30 جولای باشه، از آقای نورزهی 1 آگست. بسیار خوب. سپاس خانم کیمیا یوسفی، تشکر از اینکه فرصت داشتید با شما صحبت کنیم، و سپاس از آقای امیری که بر صورت هماهنگی برگزاری یا برقراری این اسکایپ را کردن و همکاری کردن با ما. تشکر. وقت شما بخیر. همچنان با ما باشید. شهر ورزش. خوش آمدید. وقت شما بخیر باشه. در رابطه با هندبال می‌خوایم صحبت کنیم. آقای هدایت‌الله کامبال، رئیس فدراسیون هندبال کشور با ما هستند و می‌خوایم بیشتر در رابطه با اتفاقات هندبال صحبت کنیم. این مصاحبه باید 2-3 هفته پیش تدارک دیده می‌شد و باید این مصاحبه رو 2-3 هفته پیش می‌داشتیم. به هر صورت نشد. سفر داشتن آقای کامبال، چند روزی هم مریض بودن که شکر خدا حالا بهتر شدن و حالا اینجا هستند و همراهشون صحبت کنیم. خوش آمدید. شکر. قیصر صاحب سلام با شما، با همکاران تکنیکی تون و بینندگان شهر ورزش. شکر که صحتمند شده. تشکر. سازاد خوش آمدین. خوش باشید. از سفر شما به ایران شروع کنیم. بله. که چگونه بود؟ چرا این سفر تدارک دیده شد؟ چرا رفتید؟ دستاوردها چه بود؟ تشکر. ما سفری که در ایران داشتم سفر شخصی بود، سفر رسمی نبود که مثلا کمیته ملی المپیک تکت ما بده یا تربیت بدنی. سفر شخصی تجارتی ما بود. میتونیم در ببخشید در دوئلیدی تصاویر رو ببینیم، تصاویر سفر آقای کامبال.
دیگه سفری که در ایران داشتم سفر شخصی بود، از طرف کمیته ملی المپیک تربیت بدنی نبود و ما رفتن به حساب تجارتم بود. بازم در می حالتم ما تقریبا 12 روز به خدمت ورزشکارای مجرین خود بودم که برای یک کمپ 25 روزه گرفته بودم که وارا با خود افغانستان بیارم از خاطر مسابقاتی که در مرکز داشتیم و تقریبا یک 15 روز کمپ از واتیر شد. بعد از 15 روز که کتب المپیک تماس گرفتیم اجازه نداد که تیم ملی مجرین هندبال ما دخترها در کابل بیاد خاطر مشکل کویت 19، نتوانستیم که را بیاریم و پس از او توانستیم که پس دخترها را در ولایتهایشان روان کنیم، کس از مشهد آمده بود، کس از شیراز بود، پس دخترها را روان کنیم و خوشبختانه براتون بگم یک دستاورد بسیار خوبی بود که بسیار ورزشکارای ما قوی و در 25 روز دو ترینر ایرانی بود تمرین میدانند. بسیار خوب آقای کامل، نمیبینه تصاویر، لطفا در این LED پلی کنید همکاران عزیز و گرامی. و در رابطه با تیم مهاجرین گفتید، خب شما که مسابقات برگزار کردید، برای چی تیم مهاجرین اجازه ندادید که بیاید به کابل؟ از خاطر مشکل کویت 19 بود، اجازه نداد وزارت خارجه برایشان مشکل جور کردن، گفت باید نباید نگن، باید می آمدن 100% باید می آمدن، نشد. و ما که اونجا بودیم، پلان برنامه‌تون برای تیم مهاجرین چه است؟ برنامه ما میاله میلا فعلا ما 6 نفر در تیم ملی گرفتیم، در تیم ملی بانوان ما فعلا که انتخاب شد 6 نفر ایران گرفتیم و بعد از اون دین روزی پر روز که رئیس صاحب صحبت کردیم، رئیس صاحب گفت که میتونید که شما تیم مهاجرینتون ایران ببرین، یک کمپ تمرینی هم براشون بگیرین و که تیم مهاجرین یک مسابقه دوستانه بگیرین و میتونید که باز تیمتون دوباره باز انتخاب کنین. دیگه این یک دستاورد برای پیش ما هست که ان شاء الله بخیر به زودی خواهد کار کردیم. بسیار خوب. و در رابطه با مسابقات هندبال بانوان کشور اگر صحبت کنیم که چگونه بود و از لحاظ کیفی مسابقات در چه سطحی بود؟ مسابقات ما خوشبختانه براتون که این دفعه تیم دایکندی ما که نو جورش کردیم، تیم دایکندی ما در این مسابقات اشتراک کرد که خوشبختانه براتون که تیم سر پل برد، که تیم سر پل سابقه است و تیم دایکندی نو است، تیم سر پل برد. تقریبا 6 ولایت ما اشتراک کرد که نتونستیم که تیم مجرین اشتراک کنیم و سطح مسابقات ما بسیار بالا بود که در این مسابقات کابل اول شد، مزار شریف بلخ دوم شد و تیم ایرات ما سوم شد. بسیار خوب. آقای کامل، سکرتر جنرال فدراسیون شما چرا لبخند میزنین؟ کی است؟ سکرتر جنرال ما با شما بهتر معلوم است که چند وقت ما یک مجمع خود دایر کردیم. بله، میتونید تصاویر مجمع را هم ببینید. مجمع خود ما دایر کردیم، ما سکرتر جنرال خود را پس کردیم، کسی دیگه را ما آوردیم. در صفت سکرتر جنرال چند روز تیر نشده بود که سکرتر جنرال ما از ترکیه پس آمد و باز ما دوباره مجمع را دایر کردیم و گفت که ما چی گناهی کردیم که شما ما را میگید؟ من خواهم اینجا هستم. ولی خب شما که گفتین استعفا داده. استعفای خودم اینم فیصله شما بله هست. استعفای خودم به شما هست، استعفای خودم روان کرده، گفت باز از او استعفای خودم گفت شما گفت اگر وقت ما را نمیخواین ما نمیکنیم. این استعفای مگر به کدام دلیل؟ این استعفای ما نمیخواییم. و پس اومد، پس ما دوباره مجمع را گرفتیم، پس در مسابقات، پس سکرتر جنرال ساختیم، خاطر در افغانستان بود، پس او را سکرتر جنرال ساختیم برای چند وقت. مگر بازم براتون بگویم که همی چند وقتی که مسابقات ما بود تقریبا 4.5 ماه 3 ماه مکمل مدیریت مسابقات بانوان سکرتر جنرال ما پیش بود، ما پیش نبردیم، مکمل مدیریت تقریبا 110 ورزشکار بانو آمده بود، سکرتر جنرال ما 2 ماه 3 ماه سرش مدیریت کرد، کار کرد و بازم ما را گفت اگر ما را شما پس میکنین ما پس میشه. مگر یک علت ما را بگوین، ما گفتمش که سعی کن تلویزیون ها مطبوعات کلی همیشه برای ما یاد میکنه که سکرتر جنرال تو در خارج است، گفت اگر در خارج هم باشم مشکلی نیست. او برای ما دلیل گفت، تنها گفت فدراسیون ما نیست، امیال فدراسیون پار المپیک است، سکرتر جنرال در لندن زندگی میکنه، هیچ نیست. خیلی با توجه به شرایط پیش آمد فعلا در افغانستان نیست. قیصری صاحب کن ما خودم رئیس فدراسیون پار هندبال هستم، رئیس فدراسیون. مگر تقریبا یک سال چیز کم شد ما در سایت نام منف داره و سکرتر جنرال پار المپیک خودش در لندن زندگی میکنه، که رئیس فدراسیون پار المپیک گپ زنم میگه باش که او از لندن به کار کنه، تنها فدراسیون ما نیست، زیادتر فدراسیون است. مگر بعدم در فدراسیون ما همیشه سکرتر جنرال ما که هر مشکل باشه در کابل حاضر میباشه. ایمیل آدرس شما درد شد در فدراسیون؟ بله درد شد. و دین روز هم برای ما یک ایمیل آمد که کنگرس ما در ترکیه در شهر انتونی است که چند وقت بعد باید بریم در کنگرس که چیز است، رئیس فدراسیون جهانی ما انتخاب میشه. بله. و فعلا کجا هستن خانم بارس؟ چند روز پیش رفتن ترکیه رفتن. بسیار خوب. مگر 3 ماه 4 ماه قیصری سیوبی همینجا بود، شما کدش نه من مشکل ندارم مصاحبه کردن همینجا بودن و شما میخواستین کورا بخواین، منتظر زمین بود، منتظر همین بود که چی وقت مرا بخواین قیصری سی که ما بهم مصاحبه کنم، مرکز نخواست. طرفدارای بعدی امروزشون اگر ارتباط میگیریم بیشتر صحبت میکنیم، چون به صورت همزمان سکرتر جنرال چند فدراسیون هستن؟
از اون استعفا کنن بخیرم. خب میشه که امراشون با صحبت کنین بگین شون. اولین گپش اینه بود که ما اگر شما میگین من از بولینگ استعفا میگن و از اون استعفا کنن کار از هندبال هم که استعفا کرده بودن. از هندبال هم استعفا کرده بودن بله، مگر پس خود مجمع پس دوباره آورد بسیار کامبک خوب داشتن خانم بله. بارس و در رابطه با مسابقات پیش رو اگر صحبت کنین، شما چند رویداد بین المللی پلان بود که اشتراک کنید که اشتراک نکردید؟ بله، امیان برتون میگم که دعوتنامه کوریا مسابقات آسیایی ما بود که پیش رئیس صاحب دعوتنامه را بردیم، رئیس صاحب بود سکرتن جنرال المپیک بود، برای ما یک دلیل بسیار خوب برای ما گفتن، از خاطر گفت که مشکل کویت 19 است، اگر این دخترا در کوریا برن 18 سال راست در راه کدامش مری شود در میدان و یا تقریبا 14 روز یار قرنطین میکنه و نمیتونه که خانم افغان 14 روز در کشور قرنطین بونه مثل تکواندو وره بله. و مشکل ازی بسیار زیاد بود. باز از مورا گفت که شما از این سفرتون پیر شدید دیگه، هر سفری که دیگه در پولی مثلا ایران باشه تاجیکستان ازبکستان اینجا باشه مشکل نداره، ما میدونیم که رفتم به گردو کشورا میگه نمیتونیم شما از اینجا تیر شوین. خوب تیم منتخبتون گفتین چه وقت ایران میره دیگه؟ منتظر تیم منتخب بانوان بله تقریبا یک ماه یک و نیم بعد ان شاء الله که مشکل کویت 19 کمتر شوه، ان شاء الله فعلا به شما معلومه در کابل بسیار مشکلات هست از کویت 19. و برای مردان چه پلانی دارید؟ در مردان هم ان شاء الله اگر از طرف فدراسیون جهانی کلم دعوتنامه میشه که ما چیز کنیم تابل کنیم دعوتنامه خاصی برای ما نامده و تمریناتشون جریان داشت و فعلا هم قرنطینه است، المپیک تمرینشون بند است خاطر مشکل کویت 19. سپاس آقای کامبال، تشکر از اینکه آمدید. رئیس فدراسیون هندبال افغانستان، برای شما روزی موفقیت میکنم. بله خیلی ها رفتن و خارج هستن، نمیفهم با توجه به شرایط پیش آمده باید به خیلی ها حق بدیم که در افغانستان حضور نداشته باشن. فقط باید دعا کنیم خدا شرایط رو بهتر بسازه و اینکه زودتر از این مرحله که شاید مرحله گذار باشه بریم به طرف یک صلح و آرامش دائمی. وقفه. ساعت 10:32 صبح هست، با شما هستیم از طریق برنامه شهر ورزش و این برنامه رو به گونه زنده تقدیم شما میکنیم. یک ارتباط اسکایپ باید داشته باشیم با نورحسین، بازیکن تیم ملی فوتبال کشور که در کشور انگلستان هست. هم در رابطه با شرایط تیم ملی فوتبال میخوایم همراهش صحبت کنیم، هم در رابطه با مسابقه پایانی رقابت های یورو که بین تیم های انگلستان و ایتالیا برگزار خواهد شد. هنوز ارتباط ما برقرار نشده و اینکه باید ببینیم چه اتفاقاتی رو خواهد داد در برنامه. یک ارتباط اسکایپ هم با آقای غریق خواهیم داشت از کارشناسان فوتبال و در رابطه با یورو میخوایم همراهشان صحبت کنیم. یورویی که به بازی پایانی رسید، مسابقه انگلستان و ایتالیا، بخش پنجم برنامه هست. همکاران عزیز میتونید تصاویر هم داشته باشیم و کوپا امریکا هم به بازی پایانی رسید، به فاینال بازی برزیل و آرژانتین برگزار خواهد شد. مسی باز هم رسیده به فاینال، این که چه خواهد کرد با تیمش در مقابل برزیل در بازی پایانی باید منتظر شرایط باشیم. مسابقه که یک شنبه صبح برگزار خواهد شد. این نمودار برگزار رقابت های کوپا امریکا هست، میتونیم ببینیم با هم رقابت های کوپا آمریکا، رقابتی که گفتم به بازی پایانی رسید. مسابقه پایانی بین تیم‌های برزیل و آرژانتین هست و اینکه آرژانتینی‌ها در ضربات پنالتی موفق شدند کلمبیا را شکست بدن. تصویر همینجا میتونیم داشته باشیم، کلمبیا را بردن و برزیل هم موفق شد که برصد حریف خودش در مسابقه مرحله نیمه نهایی شکست بده. مسابقات در کشور برزیل در حال برگزاری هست، مسابقاتی که به دلیل شیوع کرونا چند باری میزبانش تغییر کرد و حالا در نهایت برزیل و آرژانتین برابر هم قرار خواهند گرفت. 10 بار این دو تیم در فاینال رقابت‌های کوپا آمریکا مقابل هم قرار گرفته بودند. برزیل مدافع عنوان قهرمانی مسابقات هم هست. آرژانتین آخرین باری که در این رقابت‌ها قهرمان شده سال 1993 بوده. در رقابت‌های کوپا آمریکا اوروگوئه با 15 قهرمانی رکورددار هست، آرژانتین 14 قهرمانی داره و برزیل هم 9 قهرمانی. ارتباط ما با آقای فقیر احمد غریق برقرار شده و امروزشان صحبت خواهیم کرد در رابطه با یورو، کوپا آمریکا و پیوستن راموس به پاریس سن ژرمن. غریق صاحب سلام، وقت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خدمت شما به بینندگان عزیز و هموطنان دوست داشتنی خود سلام و عرض ادب ارائه میکنم و در خدمت شما هستم. شما سلامت باشین. یورو، بازی پایانی انگلیس ایتالیا.
بازی که من فکر میکنم خیلی ها انتظاری رو نداشتن، ولی منتها کیفیتی که انگلستان از ابتدا حداقل به رخ کشید و نخوردن گل تا نهایت بازی سمی فاینال نشان داد که او شایستگی حضور در فاینال رو داره. و در سمت دیگه ایتالیایی که از بازی اول چشم نواز و یک بازی متفاوت با اتکا به سبک کلاسیک خود یعنی به ارائه دفاع فشرده، ولی منتها این دفعه با سبک متفاوت استفاده از تفکرات مانچینی و یک فوتبال شناور و رونده، نشان داد که یکی از تیمایی است که در فینال خواهد بود. ولی در مورد انگلستان، حتی اگر در مورد ایتالیا و اسپانیا بخوایم صحبت کنیم، اسپانیا گرچه مثل همیشه توپ، زمین و مالکیت همه چیز مال او بود، ولی سال هاست که فوتبال با ما این درس رو داده که توپ و مالکیت پیروزی و نتیجه به دست نمیاره برای ما. و ما دیدیم که ایتالیا هوشمندانه تنیس خود خود به فینال برسونه. سمت دیگر اگر انگلستان از دانمارک شکست می‌خورد، کمی او تب و او طرف تلخ فوتبال دیده می‌شد، چرا که این فوتبال انگلستان واقعا لیاقتی رو داره که در یک فینال بزرگ حضور داشته باشه، گرچه در فینال جام جهانی ما او رو ندیدیم. بسیار خوب. و چی پیش بینی می‌کنین؟ بعد از 55 سال انگلیس رسید به یک فینال معتبر بین‌المللی، و ایتالیایی که بر صورت امسال تیم متحول شده ای هست، چی پیش بینی میکنید نتیجه را؟ بازی فوتبال خودتان آگاه هستین و همه میفهمن که قابل پیش بینی نیست. شما دوست دارین کدام تیم ببره؟ بر اساس تمایلات اگر باشه فوتبال زیبا برنده باشه، هر بیننده راضی خواهد بود، ولی من فکر میکنم هر دو تیم فوتبال های زیبایی بازی میکنن. فوتبال ایتالیا شناور و خیلی مدرن و دوست داشتنی تر شده. سمت دیگر اگر نگاه میکنیم، انگلستانی داره بازی میکنه که این انگلیس با فشار داره بازی میکنه، این فشاری که سالیان سال در فینال حضور نداشته، سالیان سال یک قهرمانی بزرگی به دست نیاورده، و این فشار من فکر میکنم روی فوتبال انگلستان تاثیرگذار باشه. ولی منتها سمت دیگه ایتالیایی ها کمی راحت تر باشن، ولی از یک طرف دیگه حمایت در خود انگلستان بازی برگزار میشه، در لندن برگزار میشه، حمایت از جانب خود انگلستان هست. تمام انگلستان دست به دست گذاشتن که این جام رو ببرن به شرطی که ایتالیا یا بذارن. بله، ایتالیا سال 1968 در رقابت‌های یورو قهرمان شده بودن، دو بار هم تا بازی پایانی رسیدن، سال‌های 2000 و 2012 که نتونستن فاینال را ببرن. و نکته جالب این است که ایتالیا هیچ وقت در مسابقات معتبر بین المللی مثل یورو و جام جهانی به انگلیس نباخته. آخرین بازیشان هم مرحله گروهی جام جهانی 2014 بود که ایتالیا 2-1 برد. بریم طرف کوپا آمریکا، آرژانتین با مسی، برزیل با نیمار، فاینالی که یکشنبه صبح برگزار میشه، یکشنبه بامداد. مجموعه ای که هر دو تیم در اختیار دارن، من فکر میکنم که یکی از آماده ترین مجموعه هایی هست که در سالهای اخیر زحمت کشیدن و امروز ماین سمره به دست بگیرن. برزیل بعد از اون شکست تخت در برابر آلمان در جام جهانی اگر اشتباه نکنم 2010 بود یا اگر اشتباه نکنم 2014، بله، یک رنسانس فوتبالی ایجاد کرد، یک نسل جدید فوتبالر تزریق کرد و امروز داره او ثمره داره میبینه. و من فکر میکنم یک تیم یک دست و یک پارچه و یک تیم خیلی خوب و منظمی است که شکست برزیل کمک سخت خواهد بود. سمت مقابل همه دارن در مورد مارادونای فقید صحبت میکنن و ای که روحی که در مسی دمیده شده، و این مسی تورنمنت های ملی قبلی نیست، و این مسی واقعا هم اگر ملاحظه کرده باشین در چند بازی گذشته، او روح کاپیتانی و رهبریت الان در او دمیده شده، یعنی چیزی هست که مشاهده میشه که مسی حتی با پایش بله، فکر میکنم ارتباط ما قطع شد. مرسوت برنامه لایف هست، در رابطه با حضور مسی در ترکیب آرژانتین صحبت میکردن آقای غریق. میتونیم تصاویر مربوط به مسی رو هم ببینیم. ما برای هر بحث و هر موضوعی تصویر داریم. راموس هم به پاریس سن ژرمن پیوست، سرجیو راموس مدافعی که سالها برای رئال مادرید بازی کرد، با این تیم به افتخارات زیادی در دنیای فوتبال رسید، دو ساله قرارداد بس با پی اس جی، و از این به بعد او رو در فوتبال فرانسه خواهیم دید، اتفاقی که
شاید تلخ باشه برای هواداران رئال مادرید، اما فوتبال هست و به هر صورت تصمیمی که راموس گرفت این هست که تا سال 2023 در پی اس جی حضور داشته باشه. مردی که سالها قبل در رئال مادرید از سویا به رئال مادرید آمد و گفتم قهرمانی های متعدد در چمپیونز لیگ، در لالیگا و در اتفاقات دیگر و مهم فوتبال اسپانیا و اروپا که او ثبت کرد به نام خودش و ماندگار هست در فوتبال رئال مادرید و برای علاقمندان به رئال مادرید. خیلی ها دوست داشتن که راموس با پیراهن رئال مادرید کار خودش را به پایان برسانه، این اتفاق رخ نداد دیگه. ورسد رئال مادرید و سران باشگاه رئال مادرید همیشه تصامیم عجیب و غریبی میگیرند، از دست دادن ستاره های مثل راموس، مثل کاسیاس، رونالدو و خیلی های دیگر، رئال گونزالس که میتونستند در سالهای آخر بازیگری در رئال مادرید حضور داشته باشند و در همین تیم هم فوتبال خود را به پایان برسانند، اما آقای پرز تصامیم دیگری میگیره در رئال مادرید. وقفه. خوش آمدید باز هم. در رابطه با یورو همچنان می‌خوایم صحبت کنیم، ببینیم چه کسانی به عنوان بهترین بازیکنان مرحله نیمه پایانی انتخاب شدند، در صورتی که این نموداری است که شما ندیدین یا دیدین. به هر صورت کیزا از ایتالیا در بازی ایتالیا و اسپانیا به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد. خیلی بازی جذابی بود مسابقه اسپانیا و ایتالیا، چه تیم خوبی ساخته بود لوئیس انریکه که همین چند سال پیش دختر خودش را از دست داد، اما مجدداً برگشت و خیلی خوب هم برگشت. خیلی سخت هست در شرایطی که دختر خود از دست بدی و از لحاظ روحی و از لحاظ روانی دچار بحران باشی، برگردی چنین تیمی را بسازی، تیمی که حتی مادریدی ها در پایان مسابقات به این تیم و به عملکرد لوئیس انریکه احترام گذاشتن. لوئیس انریکه ای که حتی یک بازیکن هم از رئال مادرید دعوت نکرد به رقابت‌های یورو. و میتونیم ببینیم در بازی انگلستان و دنمارک کدام بازیکن به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد. مسابقه ای که انگلیسی ها 2-1 بردند و انگلیس بعد از مدت‌ها رسید به بازی پایانی. هری کین بهترین بازیکن مسابقه شد، از نقطه پنالتی هم دروازه شمایکل را باز کرد، شمایکلی که زنده ساخت نام پدر خودش را در دنیای فوتبال. و سال 1966 آخرین باری بود که انگلیس رسیده بود به فاینال، در ویمبلی هم رسیده بود و حالا مجددا این تیم در ویمبلی باید مقابل ایتالیا این بار قرار بگیره. این فاینال 1966 هست، مسابقات جام جهانی که در ویمبلی برگزار شد بین انگلستان و آلمان غربی. 4-2 هم انگلیسی ها مسابقه رو بردن، یک گل خیلی جنجالی هم به ثمر رساند انگلستان در این مسابقه. این ویمبلی قدیمی هست، ورزشگاهی که در سال 2003 تخریب شد. تیم سرخ و سفید رنگ تیم ملی فوتبال انگلستان هست، این اولین و آخرین قهرمانی انگلستان هست در مسابقات جام جهانی فوتبال. همین توپ و همین ضربه‌ای که هر صورت جنجالی هم بود در پایان، جام ژول ریمر از ملکه الیزابت گرفت تیم ملی فوتبال انگلستان. و ارتباط ما برقرار هست با آقای نور حسین، بازیکن تیم ملی فوتبال، و میخوایم امروز صحبت کنیم. خوشبختانه ارتباط برقرار شد. ضمن اینکه تشکر میکنم از فقیر احمد غریق که به هر صورت ارتباط ما امروز برقرار شد، ولی در بین با توجه به مشکلات تکنیکی نتونستیم بیشتر امروز صحبت کنیم. نور حسین جان سلام، وقت بخیر. سلام قیصر عزیز، سلام به شما و سلام به تمام بیننده‌های تلویزیونتان. شما سلامت باشین. نور حسین تو همین چند روز پیش افغانستان بود، تازه رسیدن. کجای انگلستان هستین؟ لندن هستین؟ بله خود لندن. چگونه است شرایط لندن با توجه به اینکه فاینال یورو هم در لندن برگزار میشه؟ خب بسیار وقت جانی است، ازدحام زیاد است، کل مردم آمادگی فاینال روز یکشنبه هستند. و خود طرفدار کدام تیم هستی؟ حالا جدا از تیم ملی فوتبال افغانستان، کی ببره؟ چون در کشور زندگی میکنیم
من طرفدار انگلیس هستم که خدا کنه ببرم. نورحسین به اعتقاد خیلی ها یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ما بود در رقابت هایی که افغانستان در مقدماتی جام جهانی برگزار کرد. به اعتقاد خیلی ها بهترین بازیکن ما بود و عملکرد فوق العاده درخشانی داشت و اهالی فوتبال، علاقمندان به فوتبال کشور بیشتر با عملکرد او و با نام او آشنا شدند و چه اتفاق خوبی که امروز امروز صحبت میکنیم. از علاقمندیت به فوتبال بگو، چه زمانی فوتبال را آغاز کردی، چی شد که علاقمند شدی به اینکه یک فوتبالیست شوی؟ خب ما علاقمندیم از بسیار خردی بود در جریان مکتب، از مخاطرکی که علاقمندش بودم و از سند میتونم بگم 6 سالگی که علاقمند فوتبال هستم و بازی میکنم فوتبال. و شما راستی چند سالگی رفتین انگلستان؟ 6 سالگی. 6 سالگی. از کدام تیم به صورت رسمی فوتبال را آغاز کردی؟ خب از صورت رسمی تیم ریدینگ شروع کرده بودم تا 18 سالگی، از 12 سالگی تا 18 سالگی در تیم ریدینگ بودم. بله. و زمانی هم در کریستال پالاس بودی نورحسین جان؟ بله، 19 ساله که شدم در کریستال پالاس رفتم، چند زمانی در تیم کریستال پالاس بازی میکنم من. و در حال حاضر هم در دارتفورد. دارتفورد در کدام لیگ انگلستان است؟ بله، لیگ ششم است. لیگ ششم است. سطح برگزاری مسابقات لیگی که شما هستین چگونه است؟ خب حال فعلا در پری سیزن هستم و مسابقه رسمی ما هم 1 ماه بعد شروع میشه لیگ ما. بله، در پیش فصل هستن و در وقفه هست که فصل بعدی مسابقات به صورت آغاز خواهد شد. شما سال 2018 اگر اشتباه نکرده باشم دسامبر 2018 عضویت تیم ملی فوتبال افغانستان را پذیرفتید. چی شد که تصمیم گرفتید که به تیم ملی فوتبال کشور بیایید؟ خب ما غیر از پیش از هم که در تیم ملی آمدم مسابقه تیم ملی را سعی میکردم و علاقمندی زیاد داشتم و وقتی که انوشتان مربی شد برم دعوت روان کرد و من میخواستم در تیم ملی خود بازی کنم و دعوتش قبول کردم و میخواستم که در مردم عزیز خود خدمت کنم. کار با انوش دستگیر چگونه است؟ همکاری با انوش دستگیر؟ خوب، مثل که کل علاقمندان فوتبال میبینه از وقتی که انوش مربی شده تیم دولت بهتر شدن است و امکان داره که بخیر در راند بعدی مقدماتی جام آسیا پیش بریم تا بتونیم کوالیفایشیم در کپ آسیا. و شما در رابطه با مقدماتی جام جهانی اگر صحبت کنید، مسابقاتی که تیم ملی مقابل بنگلادش، عمان و هند برگزار کرد. خب سه مسابقه بسیار خوب بود از تیم ملی که باید مقابل بنگلادش و هند باید می‌بردیم، اما متاسفانه نشد. فوتبال است، هر چیز امکان داره و مقابل عمان هم که یک تیم بسیار قوی است ما عملکرد خود خوب نشان دادیم و میتونستیم یک نتیجه بهتر بگیریم مثل مساوی. چانس صعود ما را چقدر میبینید به مرحله بعدی به ایشین کپ؟ خب ما اطمینان دارم سر تیم و سر کادر فنی تیم، از ما مردم که پشت ما باشه انشاءالله بخیر شد میکنیم. فکر میکنم شرایط تیم ملی یک شرایط کاملا متفاوت هست این روزها، باید حمایت کنیم از تیم ملی. من خواهش میکنم که حمایت کنید از تیم ملی. اگر نقدی هم دارید حتما نقدهای شما رو ما میشنویم. راستی بلال آرزو برای من چند تا پیام مانده بود، حتما با بلال صحبت میکنیم ببینیم گپهایش چی هست در رابطه با تیم ملی فوتبال و فکر میکنم باید همه یک جا یک دست با یک نظر و یک دیدگاه برای موفقیت تیم ملی در رقابت‌های مرحله بعدی مقدماتی جام ملت‌های آسیا تلاش کنیم. و بازیکن مورد علاقه در دنیای فوتبال برای شما؟ الگویت؟ سوال بسیار مشکل. فعلا میتونیم بگویم میسن ماونت، چون ما تیم چلسی است، از میسن ماونت بسیار خوشم میاد. بسیار خوب. و تیم مورد علاقه دارم چلسی است؟ بله. راستی جایی که شما زندگی میکنین با همین باشگاه چلسی چقدر فاصله داره؟ شاید 20 دقیقه. بسیار نزدیک است. چلسی شمال لندن میشه؟
نه خیر وست دربی شمال لندن دربی تاتنهام است و آرسنال به خیالم یا فولام است و آرسنال بله نه آرسنال تاتنهام بله آرسنال دربی تاتنهام است یک کمی بلد هستم و و اینکه در تیم ملی فوتبال ما از همبازی بودن با کدام بازیکن بیشتر لذت میبریم فکر میکنم سوال ما سوالی است که جواب دادن برایش سخت است اما بازی کی رو بیشتر میپسندی؟ خوب تیم ملی ما پر از بازیکنهای بسیار با استعداد است میتونم کلشان نام ببرم اما در این مسابقات در نظر ما دیوید نجم یکی از بهترین بازیکنها بود دیوید نجم خیلی خوب بود خیلی خیلی خوب بود و عملکرد فوق‌العاده درخشانی داشت فکر میکنی نیاز به تغییرات داریم در ترکیب تیم ملی یعنی اضافه شدن بازیکنان جدید یا با همین ترکیب میتونیم در مرحله بعدی مسابقات هم حاضر باشیم هرچند تصمیم گیرنده هنوز دستگیر است اما نظر خودت چه است؟ خب نظر من در قسم در فوتبال عادی است که در ترکیب غیر از تغییرات می خصوصا در تیم ملی در هر کمپ شاید یکی دو بازیکن اضافه شود و بازیکنهایی که بهتر باشد چرا نه باید ما هر وقت خود بتونیم بهتر بسازیم اگر بازیکنهایی باشه که ما را بهتر بسازه چرا نه ما در تیم ملی خوش میان خودت زمانی در کریستال پالاس هم صحبت کردیم بودی چه بازیکنهایی را از نزدیک دیدی نورحسین جان؟ خب در کریستال پالاس در وقت یوان کابای بود که در تیم ملی فرانسه هم بود ولفری زاها همین بازیکنها بودن و پلان برنامه‌ایت برای آینده چی است؟ یعنی که من فکر میکنم شاید در سالهای بعدی شما رو در لیگ‌های بالاتر فوتبال انگلستان هم ببینیم آیا میخوای همچنان در لیگ انگلستان باشی یا به حضور در لیگ‌های دیگر هم فکر میکنی؟ خب توجه ما حالا فعلا در لیگ انگلیس است ما میخوایم که در لیگ‌های بالا برم میفهمم که استعدادش هم دارم که برم پس در لیگ‌های بالا و تمرین خود بسیار جدی میگیرم و کوشش میکنم که پس برم در لیگ‌های بالا اگر در اینجا نتانستم که در لیگ‌های بالا برم با شاید در لیگ‌های پایه هم خواهد رفتم شما 24 ساله هستین؟ بله در مارچ به دنیا آمدین؟ بله 3 مارچ در چند مارچ؟ 3 مارچ 3 مارچ و راستی کوپا آمریکا، آرژانتین، بله. برازیل کدامش؟ در نظر من باید آرژانتین ببرم و مسی رونالدو؟ سوال بسیار مشکل مسی مسی چرا مسی؟ خب میتونیم سر این موضوع یک ساعت بحث کنیم اما به حساب استعداد فوتبالی و استعداد خدایی مسی و بارسلونا رئال مادرید یاد برای تفاوت نمیکنه تفاوت نمیکنه کسی که در اروپا هستن مثلا یک نفر که طرفدار چلسی است طرفدار چلسی است در اینجا نورحسین جان بله. یک نفر میتونه همزمان هم طرفدار چلسی باشه هم طرفدار من یونایتد باشه هم طرفدار بارسلونا باشه با توجه به اینکه مسابقات هر روز به مراحل اساس تر میره تیم‌ها تغییر میکنن مثلا یک دوست داریم ما تا دیروز طرفدار اسپانیا بود امروز طرفدار انگلیس شده من مطمئن هستم اگر ایتالیا انگلیس ببره فردا طرفدار ایتالیا میشه خیلی خوب است که طرفدار یک تیم باشین و همیشه طرفدار یک تیم باشین چه نیاز است که هر روز تیم تازه تغییر بده بله ما باید یک تیم انتخاب کنیم در حالت خوب و خراب باید تا آخر عمرش باشین ما شما رقیب هستیم من طرفدار من یونایتد هستم تشکر سال دیگه سال حتما حتما سال بعد میبینیم سانچو رو هم که گرفتیم تشکر از اینکه فرصت دادید نورحسین خیلی مصاحبه نمیکنم به همین علت مصاحبه با نورحسین فکر میکنم جذاب هست تشکر از اینکه فرصت دادید تا با شما صحبت کنیم و همراهت گپ بزنیم علاقمندان در فوتبال افغانستان و در کشور خیلی مشتاقانه منتظر این بودن که ما بتونیم با شما صحبت کنیم تشکر نورحسین عزیز تشکر پسر اگر گفتنی داری برای مردم گفتنی دیگه من ندارم خواهشم است که در وطن ما یک سال بیاید و
کل مردم در آرامی زندگی کنه. دیگه از تیم فوتبال از مردم خواهش میکنیم ما همه قسمی که در این مسابقه حمایت کردن در آینده هم حمایت کنن تا ما بتونیم یک دستاوردهای بهتر داشته باشیم برای تیم ملی خود. سپاس از نور حسین و سپاس از شما که برنامه شهر ورزش را تماشا کردید. مثبت 9711995201 نمبر واتساپ ما هست. تشکر از همکاران عزیزم که تا این لحظه با ما بودن، همکاری کردن که این برنامه را تقدیم شما بکنیم. امیدوارم تصویری که از تاریخ امروز برای آیندگان میسازیم بر پایه و اساس صداقت باشه. امیدوارم شرایط افغانستان هم شرایط بهتری شود. شاید خیلی سخت باشه در چنین شرایطی بیایم و برنامه‌های ورزشی را اجرا کنیم و تهیه کنیم، اما به هر صورت هستیم بر آن عهد که بستیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.